جنبش‌های اعتراضی به خودی خود یک رژیم استبدادی تا به دندان مسلح رو نمیندازه. ما در برابر دو نوع فروپاشی هستیم، یکی فروپاشی سیاسی، یکی فروپاشی اجتماعی. فروپاشی اجتماعی یعنی که مردم خودشون تصویر حساب میکنن که چگونه میتوان قدرت جانشین رو، قدرت جانشینون رو در برابر این رژیم در زمانی که میرود ایجاد رو. نمیتونیم خود به خودی مواجه باشیم با این رژیمی که تمام وقته و اپوزیسیونی که پاره وقته. بدون تمامیت ارضی و بدون آزادی ملت نمیتونیم در واقع قومی رو، گروهی رو، قشر رو آزاد بکنیم. رژیم سیاسی ایران با تمام اختلافات درونیش زمانی که هنگامه سرکوب ما پیش میاد متحد میشه، قدرت از اسلحه بیرون نمیاد. ما زمانی که نگاه میکنیم به اعتراضاتی که در ایران وجود داشته و داره، اولین برداشتمون این هستش که چگونه جنبش زن زندگی آزادی، جنبش جینا مخصار رو ببینیم. سخنگویان پیشین در رابطه با این صحبت کردند. برخی از این ویدیوهایی که دیدیم هم آرزوی اعتراضات رو در خیابانها ابراز کردند. خب البته میدونیم که اعتراضات اجتماعی و مطالباتی در شرایط ایران لازم هست ولی کافی نیست. جنبش‌های اعتراضی به خودی خود یک رژیم استبدادی تا به دندان مسلح رو نمیندازه. هر گامی برای انداختن یک رژیم، رژیمی که عمیقاً مستبده و همه در واقع جایی در واقع برای تنفس و ابراز اعتراضات مدنی نمیگذاره، نیازمند این هستش که جنبش اعتراضی به یک ساختار جانشینی مطلوب منجر بشه. به غیر از این در هیچ کجای دنیا در موارد و نمونه های تاریخی دیگه ندیدیم که جنبش اعتراضی خود به خودی مطالباتی، چه برای حجاب باشد و چه برای گرسنگی باشد و چه برای حقوق بازنشستگان، به خودی خود به سرانجام برسد. به لحاظ مشکل اساسی زمانی که تحلیل میکنیم جنبش اجتماعی و جنبش های اجتماعی ایران رو در طول این زمانی که مشاهده میکنیم از جنبش سبز به بعد، در واقع مسئله جانشینی است. این چیزیست که در گفتگوهای پیشین، در سخنان پیشین بهش اشاره کردم. اینجا ما در برابر دو نوع فروپاشی هستیم، یکی فروپاشی سیاسی، یکی فروپاشی اجتماعی. فروپاشی سیاسی یعنی نزاع و جنگ داخلی در میان کسانی که هواخواه قدرت هستند، ولی فروپاشی اجتماعی از اون بدتره، برای اینکه فروپاشی اجتماعی رو کسی نیست که جمعش کنه. فروپاشی اجتماعی یعنی که مردم خودشون تصویر حساب میکنن بدون اینکه امنیتی باشه، بدون اینکه نظامی مسلح بتونه در واقع دادگاه ملی، دادگاه مردمی ایجاد بکنه و به کار به اصطلاح جنایت و غیره برسه. به این لحاظ هستش که ما مبرمترین وظیفه‌ای که جنبش سیاسی و اپوزیسیون سیاسی داره، آنچنان که دوست عزیزم دکتر رحمانی اشاره کردن، این هستش که چگونه میتوان قدرت جانشین رو، قدرت جانشینون رو در برابر این رژیم در زمانی که میرود ایجاد بکنیم. یعنی اون ساختار جانشینی که بتونه در واقع هم مطالبات مردم رو نمایندگی بکنه و همین که آزاد، دموکراتیک و مدنی و قانون مدار باشه. این مشکل همه ماست. در واقع زمانی که به شهریار فکر میکنیم، یک من بزرگی بود که رفت برای ما، او رفت برای آزادی کردستان و برای آزادی ایران. امروز همه میدانیم و معترفیم که آزادی من، آزادی فرد در گرو آزادی جمع هست، در گرو آزادی ملت هست، در گرو آزادی ایران هست. پس آزادی در مقام نخست، آزادی سیاسی برای رهایی میهنه. در این
مسیر هستش که آزادی فرد و آزادی اقوام و آزادی گروه‌های اجتماعی در تنوع کثیری که شاهدش هستیم رو میتونیم در واقع ببینیم. همه جهان وطنی‌ها، همه اینا که فکر می‌کردن که ما روزی روزگاری میبایست که در واقع جهان رو آزاد بکنیم به جای وطن رو، در واقعیت کلام و در نتیجه نهایی اول وطن خودشون رو آزاد کردن. برای همین تمام نیروهای چپ، نیروهایی که جهان وطن هستن، نیروهای دینی، نیروهای مذهبی، اونها هم جهان وطنی هستن، در مقام نخست میهن خودشون رو آزاد کردن. ما هم میهن خودمون رو باید در مقام نخست آزاد بکنیم و برای همین هستش که برای میهن خودمون باید طرح و برنامه بریزیم. نمیتونیم خود به خودی مواجه باشیم با این رژیمی که تمام وقته و اپوزیسیونی که پاره وقته، اپوزیسیونی که شیش عصر به بعد اپوزیسیونه و رژیمی که از صبح تا شب 24 ساعت اپوزیسیونه. به این لحاظ هستش که تمام نیروهای خودمون رو، تمام ذخیره های روبنایی و زیرزمینی، تمام ذخیره هایی که به ما نزدیکن و به ما دور هستن، آنانی که از گروه بندی های سیاسی و ایدئولوژیک مختلف میآیند رو باید بتوانیم به گرد خودمون جمع بکنیم، برای ایران، برای آزادی ملت، برای تمامیت ارضی. بدون تمامیت ارضی و بدون آزادی ملت نمیتونیم در واقع قومی رو، گروهی رو، قشر رو آزاد بکنیم، چرا که او با تمام تنوعاتش و تمام اختلافاتش، رژیم سیاسی ایران با تمام اختلافات درونیش، زمانی که هنگامه سرکوب ما پیش میاد متحد میشه. تمام گروه بندی هاشون از اصلاح طلبان بگیرید تا در واقع افرادیونش، همشون متحد میشن برای سرکوب جنبش های مردمی، ولی اپوزیسیون این شانس رو نداره. بنابراین پیام ما به اپوزیسیون این باید باشه که یک بار برای همیشه بر گرد حقوق بشر، تمامیت ارضی، انتخابات آزاد و قانون اساسی دموکراتیک و سکولار بگرده هم بیان. زیاده خواهی و حد اکثر گرایی رو بگذارن کنار، حد اقل گرا باشیم، برای اینکه ما میخوان در این مسیر فقط رژیم رو بندازیم برای دموکراسی، فقط رژیم رو بندازیم برای دموکراسی، نه اینکه خواسته های گروهی و حزبی خودمون رو حاکم بکنیم. در پس این روند هستش که هر گروه بنا به توان خودش در انتخابات آزاد بعدی میتونه مهر خودشو بزنه. شما قدرت بیشتر داری، مردم تعیین میکنن، نه من، نه گروه من، نه اسلحه من. قدرت از اسلحه بیرون نمیاد، قدرت از آراء مردم، از صندوق انتخابات بیرون میاد. و به این لحاظ هستش که فکر میکنم در مسیر این موضوع اساسی ملت رو باید متکثر دید. اون تئوری معروف دولت ملت که پیش از این حدود قرن 18 ایجاد شد در غرب، یه تئوری بود که برای اون زمان خیلی خوب بود، ولی امروز هرچه بیشتر دولت ملت که یک تئوری کاملا موجهی هست، میباید از مقوله ملت، همچنان که آن آرند بارها اشاره کرده، در نقلی که آن آرند به دولت ملت میکنه همین رو میگه، میگه این مفهوم دولت در واقع یک کمی توش یگانه گرایی وجود داره. ما باید این ملت رو تکثرگرا بکنیم، هرچی بیشتار اینکلوزیوش بکنیم. اینکلوزیوش کنیم یعنی چی؟ یعنی تمام آحاد ملت در جریان این ملت سازی بزرگ در واقع با وجود تکثرگراییشون، اختلافاتشون، تضادهاشون برای ملت میهن و برای ملت بگرد همیان. برای همین دولت ملت در واقع تئوری درستی امروز، ولی با تغییرات که ما برش ایجاد میکنیم، یعنی میخوایم که فارس و ترک و کرد و بلوچ همه در کنار هم باشن. در واقعیت کرام ملت ما ملت متکثریست، ملتیست در واقع اینکلوزیو. در این چهارچوبه فکر میکنم که آینده ما آینده خواهد بود که به جای اینکه یک قوم بر یک قوم دیگه حاکم بشه، همه اقوام بر ایران حاکم خواهند بود. و در اونجا جاییست که در مجلس ملی آینده این حاکمیت رو تدوین میکنن و ثابت خواهند کرد. با تشکر از شما.